بازدید جمعی از نخبگان دانشجویی از مرکز رصد و پایش اشتغال کشور در قالب برنامه‌های تبیینی و اطلاع رسانی حوزه کارآفرینی و اشتغال دولت 13 جمعی از دانشجویان منتخب سراسر کشور از مرکز رصد و پایش اشتغال و مرکز رصد تماس تلفنی مستقر در شرکت خدمات ارتباطی رایتل بازدید کردند. استقبال 50,000 خانوار از طرح امنیت غذایی کودکان. این طرح با هدف برخورداری کودکان از تغذیه سالم بر بستر شبکه ملی اعتبار پیاده سازی شده و در چارچوب آن 140,000 کودک دچار مشکل امنیت غذایی در سطح کشور شناسایی شدند. از این تعداد تا کنون 50,000 خانوار از بسته های ماهیانه حمایتی استفاده کردند. ارائه خدمات پزشکی به 1.5 میلیون نفر از معلولان کشور. مطابق آمار 1,500,000 نفر از معلولان کشور به خدمات پزشکی بهزیستی وابستند. مجموع اعتبار بهزیستی کشور برای تأمین جهیزیه و لوازم ضروری زندگی مددجویان تحت پوشش معادل 300 میلیارد ریال است. اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در 1,000 واحد اقتصادی تا پایان سال. بر اساس این طرح، کارگران به تناسب میزان تخصص، تحصیلات و سوابق کاریشان مشمول درصد مشخصی از افزایش حقوق می شود. کارگران عادی در این طرح ضریب 1 دارند و از حقوق اداره کار برخوردار شده و سایر کارگران نیز مشمول افزایش نسبی حقوق هستند. بیمه رایگان 2,635,000 زن روستایی. در راستای اجرای ماده 21 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 2,635,000 نفر از زنان روستایی دارای 3 فرزند به صورت رایگان بیمه اجتماعی می شوند. این طرح امسال به حدود 5,000 میلیارد تومان و در سال آینده نیز به 6,600 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.